فعل مضارع آخرش یا او یا نون، یا چیه یا چی، یا او یا نون. داشته باش داشته باش. او نون نون او نون نون او نون 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 او او آخرش یا او یا نه، یعنی نون. اگه فعل مضارع آخرش او باشه، نگاش میکنیم آخرش او، اینا در صيغه 1 4 7 13 و 14 اصلا نمیخواد حفظ کنی عددشو. یه فعل مضارع اگه دیدی آخرش او، اون او نشانه مرفوع بودن، پس فعل مضارع. بچه ها فعل مضارع اگه آخرش او نباشه، آخرش نونه. نون در 6 و 12 یعنی جمع مؤنث، یعنی یفعلن و تفعلن. این نون ضمیره بابا جان، ضمیره. یعنی چی ضمیره؟ یعنی شناسه فعله. رفتند این اندی که آخرشه، رفتید این ایدی که آخرشه. نون در 6 و 12 یعنی یفعلن و تفعلن ضمیره و 6 و 12 نشانه مضارع بودن ندارن. شبیه همونایی هن که روپوش مدرسه رو نپوشیدن رفتن مدرسه. بقیه این اونهایی که میبینیم در 2 3 5 8 9 10 و 11 نونی که آخر فعله، عوض اون ضمه اومده، عوض اون مرفوع بودنه اومده، میشه نونه، عوض رفع یا نون اعراب و نشانه مرفوع بودنه. وا پسر چی گفتی؟ میشه یه بار دیگه بگیم؟ یه بار دیگه میگیم بله. اینو بگم درس تموم. فعل مضارع آخرش یا اوه یا نون. نگاه میکنم آخر فعل مضارع رو میبینم اوه. او اگه بود فعل ما مضارعه با او مرفوع شده. اگه آخر فعل مضارع او نباشه نونه. نون در فعل مضارع نشانه مرفوع بودن است. عوض مرفوع بودن اومده، عوض رفعه، به جز 6 و 12 یعنی هن و انتونه، یعنی یفعلن و تفعلن. یه بار سری میگم بعد از شما میگم فعل مضارع آخر یا او یا نون. اگه او باشه با او ضمه مرفوع، اگه او نباشه نونه. نون در همین فعل نشانه مضارع بوده، مضارع مرفوع بوده، به جز 6 و 12 یعنی یفعلن و تفعلن. یا قابیل قابیل و قابیل کش، آبتین آبجیش داشین برد، فامیل قابیل آجل خورد، یا ماتیک پاتیل پاستیل شد. ها شما بگین. پس جواب، پس جواب همه حرفه‌ای، اونایی که حرفه‌ای هستن اینجا الان فهمیدن. خب سوالمو جواب بدید، کارو تموم کنید. فعل مضارع آخرش یا چیه یا چی، بگو ببینم یا چیه یا چی. یا اوه یا نون. آفرین، یا اوه یا نون. بچه ها اگه فعل مضارعی آخرش او داشت، اون او نشون میده که این فعل مضارع با چی مرفوعه؟ با چی مرفوعه؟ به او در عربی میگن چی؟ ضمه. آفرین، ضمه. اگه فعل مضارع آخرش ضمه نباشه، آخرش چیه؟ آخرش چیه؟ اوه اوه اوه، نون. نون، مرسی. اون نون، اون نون حتما نشانه مرفوع بودنه، بجز چند و چند، بجز چند و چند. ماشالله 6 و 12. 6 و 12 چیا بودن؟ هنه و انتونه. همه این چیزایی که به شما گفتم اینجا اومده و گفته شده. حله؟ اینجا اومده، همه رو نوشتم. در واقع فعل مضارع در آخر خود او یا نون دارد. حرف نون در صیغه جمع مؤنث یعنی یفعلن و تفعلن ضمیر هستند، اما در سایر صیغه نون به جای او آمده است و به آن نون اعراب میگویند. خب بچه دمتون گرم، واقعا خسته نباشید. 5 دقیقه وقت داریم، من یه توضیح مختصری بگم و تمام بشه. 1. این جلسه 0 جلسه دستگرمی نبود و ما درس رو آغاز کردیم. از هفته بعد این موقع جلسه 1مونه و ادامه مبحث رو میریم. همه گوش کنن تا آخر، جواب همه سوالاتونو میدم، بعد کارتون دارم، میخوام ازتون یه چیزی بپرسم. خوب گوش کنید، کسی نره، همه حواس جمع باشه. پس جلسه 0 ما بود، خیلی مهم بود و شما باید تا هفته آینده خب چند تا کار انجام بدید. 1. تمام این چیزایی که درس دادم رو خوب خوب بلد باشی و حفظ کنی و یاد بگیری. هر جاش رو که بلد نبودی به آیدی اینستاگرام ما پیغام میدی و من به جواب میدم. آیدی اینستاگرام چی بود؟ @
عربیک آندرلاین امار. خب فعلا ما اون شماره رفع اشکال رو که خودم شخصا انجام میدم به شما نمیدم، چون این فیلم قراره روی آپارات قرار بگیره و همه اون رو ببینن و پخش میشه. در نتیجه سوالاتتون تا هفته بعد از طریق دایرکت اینستاگرام بپرسید و من به شما به قول میدم صرف کمتر از یک رو پاسخ بدم. یعنی حتی سر کلاس هم باشم بچه دارن تست